در خدمت شما هستیم در این بخش برنامه. موضوع مهمی را که انتخاب کردیم تجارت آنلاین و مزایای آن هست. با بحثی بیشتر دعوت کردیم از جناب اسدالله نظری، کارشناس مسائل اقتصادی. جناب استاد سلام، وقت شما بخیر، زر خوش آمدید به برنامه. تشکر، بخیر باشه جناب آقای. سلامت باشین. جناب هم... جای جویا. سلام بر باشین، خوش آمدید، درد میکنیم. حالا تجارت آنلاین جناب استاد یک تعداد شاید خود واژه ازت معنوس نباشه، یک زیاد حداقل حتما یک تعداد از همتانان ما این واژه را شنیدن، اما این که دقیق‌تر خود تجارت حالا واقعی که داریم، حالا تجارت داریم، حالا این که میگم حالا تجارت آنلاین منظور چی است؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در قلب نخست سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان که ما را از پرده تلویزیون راه فردا، مخصوصا از روزنه صبح فردا بیننده هست. امید که صحتمند کامل داشته باشد و تشکر میکنم از شما که ما را در این برنامه زیبای خود، در این برنامه پرمفهوم پرمعنای خود دعوت نمودید. سلام. مسئله تجارت، میایم سر بحث خود. مسئله تجارت که همچنان که ما و شما میبینیم که انسان در انسانهای اولیه نیازمندی خود را بعد از اینکه نیازمندیش انکشاف پیدا کرد و می اقتصاد هم سر نیازمندی و سوار است. به هر اندازه که نیازمندی انسان بالا بره، به همون اندازه عواید انسان بالا میره و به همون اندازه تبادلات صورت میگیره. مسئله تجارت که امو در اولیه سیستم بارتر بود، یعنی جنس به جنس بود و بعد از اون انکشاف پیدا کرد، چون به خاطر که نیازمندی انسان بود. بله. همه کس سر او توجه جدی نمود و بعد از او که آمد سیستم پیشرفته شد، تجارت های بسیار خوبی در عرصه بین الملل به وجود آمد و از آن جمله دین مبین اسلام هم رحمت های بسیار خوبی را در رابطه با تجارت دارد. از جمله وحل الله بیع و حرم الربا، خداوند بیع را حلال دانست. یک بسیار مسئله بیع و مسئله امیداد و ستید و مسئله تجارت بسیار با الفاظ خوبی در قرآن در احادیث بیان نموده و همچنان مثلا سود و ربا و اضافه ستانی و اینها را نهی کرده، اینها را حرام دانسته. مسئله چک ربا هست، ظلم ها سر مردم صورت میگیره، حق مردم گرفته میشه، یک نفر قدرتمند میشه بدون این کار کنه، بدون این که زحمت بکشه. و مسئله تجارت همه ای هست که یک نفر با اما فکر تجاری خود، با اما فکر کاری خود یک زمینه را به خود فراهم میکنه و بسیار به صورت درست در جامعه ایفای وظیفه میکنه. درست. و از آن جمله دین مبین اسلام ارشادات خاص خود داره و در قرآن کریم فرموده که من تمام داد ستید میان خود که میکنید به صورت حلالش بکنید. و مسئله تجارت ذکر کرده، تجارت که با رضایت خداوند، رضایت بشریت در اون هفته است، باید این مسئله را به پیش ببره. و میاییم از این که دنیا در حال انکشاف است، دنیا امروز با اینترنت دسترسی پیدا کرده، مسئله اینترنت مسئله ای هست که یک تحول همگانی را انجام داده. این مسئله تحول همگانی از جمله مزایای از او که است تجارت الکترونیکی است یا تجارت آنلاین. تجارت آنلاین هم در زمانی که مثلا اینترنت به وجود آمد در سال 1960، اینترنت در جامعه امروز معرفی شد و بعد از او بسیار به شکل بدوی و ابتدای خود به پیش می گرفت. اما تجارت بسیار تجارت آنلاین بسیار ناچیزی را به پیش می گرفت. بعد از او که در سال 1990 کسی آمد یک طراح یک وبسایت شد و این مسئله تجارت آنلاین یک کمی رونق خوب بخشید. و بعد از او در سال 2000 یک مقدار مشکلاتی که قوانین که نبود، مقررات بین المللی نبود، بسیاری از سایت ها رو به رکود رفت. و بعد از تو علما دانشمندان متوجه به این شد که یک فضای خوب، یک بستر خوب را برای تجارت آنلاین بسازه. مثلا تجارت آنلاین با قوانین، منشورات و کنوانسیون های بین المللی ای را بسیار یک تحول خود را ایجاد کرد. درست. و بعد از آن تجارت الکترونیکی امروز که مثلا ما شما میبینیم دنیا به شکل یک دهکده آمده. دهکده به این معنا
که ما شما در اینجا هستیم خبر از اروپا و افریقا و امریکا داریم و خبر از قاره آسیا داریم، به خاطر که در خانه خود هستیم، تمام دنیا در خانه ما جمع شده و این مزایای امی اینترنت هسته. و از دو جمله که تجارت آنلاین نیازمندی انسان که روز به روز به انکشاف هسته و میتونه که وارد تمام فضای مجازی شوه، اما نیازمندی های خود را جستجو کنه، مطابق با مخواست خود از طریق سایت های معتبر پیدا کنه. بله، صحبت های خوب داشتین جناب استاد و همچنان اشاره کردین که چه خوب است که ما در تجارت ما رضایت خداوند باشد و ما از طریق میتونیم محصولات خود را از گوشه و نقاط دنیا میتونیم که به تماشا و به دست بیاریم. این تجارت آنلاین به چند نوع هست یا به چند دسته تقسیم میشود؟ مسئله تجارت آنلاین که امروز علما سرش بسیار تأکید زیاد داره، این مسئله را یک مسئله بسیار کتاب ها و قوانین خوبی را برش تحریر کرده. تجارت آنلاین میتونیم که ما تجارت مشتری با تجار بگیم که یا میتونه که مشتری تمام امو نیروی کار خود، تمام امو ظرفیت خود را برنمایش بگذاره و از طریق سایت های معتبر بتوانه که امو ظرفیت خود را به همگانی معرفی کنه و کسایی که هسته نیاز به امو ظرفیت توانایی نفر داره او را به کار بگیره و فعالیت آغاز بکنه. و مسئله دیگر هسته که نوع دیگرش هسته تجارت الکترونیکی تجار با شخص، ای که هسته امو تجار کسی که تجارت میکنه تمام محصولات خود را جمع‌آوری کرده و از طریق سایت ها و از طریق فضاهای مجازی به اشتراک میگذاره تا بتونه مشتریانشان مطابق با خواستشان، مطابق با ذوقشان، سلیقهشان اما محصولاتی که اونا تولید کرده اینا جمع‌آوری بگیره. و مسئله دیگه تجارت الکترونیکی تجارت دولت با دولت هسته. این دولت ها به خاطر که امروز تجارت بین المللی یا بسیار انکشاف کرده، از طریق امی تجارت بین المللی، از طریق تجارت الکترونیکی میتونه که محصولات خود را به جهان معرفی کنه و از زمین وقت معرفی کرد بتونه که محصول خوبی را به جامعه جهانی تقدیم بکنه. و مسئله تجارت دولت با دولت است که مثلا یک نوع شسته که دولت ها میتونه که از طریق تجارت خود را از طریق تجارت الکترونیکی با امو معیارات بین المللی که صورت گرفته بتونه معرفی کنه و تجارت صورت بگیره. و دیگر تجارت دولت با مردم است که دولت میتونه که از طریق سایت ها و از طریق فضاهایی که برای خود ساخته بتونه که اما محصولات خود را به مردم معرفی بکنه و مردم بتونه از محصولات از استفاده بکنه. درست. حالا در تجارت آنلاین موضوع مهمی است که منبع یا کسی که سرمایه گذار هست و کسی که به عنوان یک تجار اونجا فعالیت میکنه که چگونه متقاضی را پیدا میکنه، یا کسی که من مثلا یک چیز را نیاز دارم از سایت و از طریق تجارت آنلاین چگونه یک شیء مورد نیاز خود را از اونجا پیدا میکنم، یا کسی که متقاضی هست یک چیز را دنبالش هست، اینا چگونه با هم ارتباط میگیرن و چگونه این تبادله این داد و ستد چکنه میشه اینجا؟ مسئله ارتباط یا مسئله امید داد و ستد یا به مسئله به نمایش گذاشتن محصول خود یک نفر یا یک تجار، امروز تجارت الکترونیکی مزایش میسته. درست. که بتوانه که یک نفر که یک محصول را تولید میکنه، یک تجار یا کسی که یک بناگاهی که یک تولید خود تولید میکنه محصولات خود، فضای مجازی هست. فضای مجازی امروز ما شما میبینیم که در سطح بین المللی دو تا سایت هست، یکی سایت آمازون. بله. که در اوایل ام کتاب ها را از طریق ام سایت به اعلان میگذاشت و دید که یک فضای خوب را در عرصه تمام جهان طراحی کرده و بعد از او که این عرصه را که اونا طراحی کرد دیگه محصولات اضافه کرد. مثلا ما که هستم یک قلم تولید میکنم، کسی هستم قلم تولید میکنم، این قلم خود با نمای بسیار با معیارات خاص که تولید میکنم از طریق یک سایت یا خودم میسازم در حالت ابتدایی، و یا اینه که مثلا از طریق یک سایت عضوش میشم، این را تصویرش تمام کیفیتش
و تمام معیارات و ورنتی و گارانتی و ایناش را شامل هم سایت میگذارم من تبلیغاتش را به عنوان تبلیغاتش و بعد از اینکه کسی بیننده های زیاد وجود دارد تقریبا امروز افغانستان اگر ما ببینیم 34 میلیون تقریبا نفرش هسته 12 الا 16 میلیون نفر دسترسی به انترنت داره بهم. اینا در سطح ملی اگر ما ببینیم یک محصول را که اگر ما شما تولید میکنیم اونا هر کس علاقمند دیگه هسته که مثلا ما شما اگر لحظه بیکار باشیم انترنت در دست ما هسته هم تلفن های هوشمند اون در هر سایت ما شما به استودیو که میریم به هر سایت سرگرم هستیم که تا هم نیاز خود تا نیازمندی خود را تا هم جنسی که ما شما میخواهیم به شکل خوبتر با شکل با کیفیت تر به دست بیاریم و بعد از اینکه خوبتر به این معناست که مثلا یک نفر یک جنس را که از یک سایت میخره با تمام نظریات خود را نوشته میکنه که مثلا ما این را خریدیم به این اندازه ارزش داره به این اندازه که به ما کیفیت داره باز میتونه که یک محصول خوبی را به دست بیاره. بله جناب استاد برای آخرین سوال که شما میپرسیم این است که افرادی که تازه به تجارت آنلاین شروع کرده چه ابزاری نیاز هست که باید داشته باشه از طریق کدام ابزار این تجارت آنلاین نیاز داره که ما اصلا خوب بتونیم تجارت بکنیم؟ بله مسئله کسایی که من خوش هستم جوان ها خصوصا ذهنیت خوب را داره در عرصه تجارت آنلاین چون به خاطر که عصر تکنولوژی هست، عصر پیشرفت هست، عصری هست که ما و شما با دنیا مقابله میکنیم، جوان ها باید در این رابطه سهیم شوه و امون و خلاقیت خود را به خرج بیته. و مسئله اولی که هست دانش تجارت آنلاین هست، باید این دانش تجارت آنلاین کسب بکنه. دانش تجارت آنلاین که مطابق تانه که امون محصولاتی را که میتونه که به شکل واسطه یا به شکل اینی که خودش یک تولید کننده باشه بتونه از طریق فضاهای مجازی که امروز افغانستان رواج است مروج است خصوصا یوتیوب ها که یوتیوبرها امروز بسیار فعال هسته بله. و این مسئله زی است میتونه که از طریق همی چینل یوتیوب خود یک محصول خود را به معرفی بگیره با امو دانش و ظرفیت و ذهنیت که داره با امو کیفیتی که هست ما شما متاسفانه امروز با بسیاری از شرکت ها روبرو هستیم که یک نحوه کلاهبردار است یک نحوه میتونه که یک خدشه در جامعه وارد بکنه دیگه اینی موضوعات را بسیار تحلیل کنه بررسی کنه حالت اجتماع را بررسی کنه حالت مردم تا بتونه که یک موضوعی که از طریق تجارت آنلاین یا تجارت الکترونیکی در جامعه فعالیت میکنه همه جانبه که مورد رکودش نشه مورد رونقش شوه تا بتونه که سرخورده نشه تا مشکلات اقتصادی برش پیش نبیایه و مهمتر به نظر من دانش امو تجارت آنلاین است که باید کسب کنه. درست بله خیلی سپاس از حضور شما جناب استاد اسدالله نظری کارشناس مسائل اقتصادی که امروز تشریف آوردین و نکات بسیار خوب را در این قسمت ارائه کردین از حضور شما خیلی سپاس تشکر بخیر باشید با عزت باشید.